به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و خسته نباشید خدمت تمامی بینندگان عزیز تلویزیون بیک، بالخصوص بینندگان نیوتیک. امیدوار هستم صحتمند و سر حال باشین و هفته خوب و خوش را سپری کرده باشین، همچنان هفته خوب و پر دستاورد دمرو داشته باشین. خب بازم بینده های عزیز، برنامه نیوتیک نیم ساعت مهمان خانه های شما، بنده بنیامین امیری هستم. خب میریم در آغاز طرف داشته های برنامه که کدام موضوعات کدام تکنولوژی ها تقدیمتان میشه، دوباره زود برمیگردیم. خب بینده های عزیز، داشته های برنامه را دیدیم که کدام تکنولوژی ها در این برنامه براتون تقدیم میشه. خب اولین تکنولوژی ما ایرپاد است. پیش از اینکه در مورد این تکنولوژی ما بگویم، یک پیام بگویم، یک گفتنی دارم به تمام کسانی که آهنگ گوش میکنن، زیادتر مشغول آهنگ شنیدن هستند. خب بعضی ها آهنگ میشنون حتی آنقدر بلند میکنه که در پهلویش کسی نشسته باشم اونا خب صحیح آهنگ هم میشنون، مثل گوشکی بلند است، مثل دایک واره در گوش ها میگذارن. حتی تلفن هشدار میده که تو بسیار بلند میشنوی، اما باز هم هشدار شو که میکنن دوباره بلند میکنن. این به گوش های ما خیلی ضرر داره. لطفا به اندازه موسیقی را هم کم کمتر بشنوین، اگر زیاد هم میشنوین پروا نداره، مقصد همون رو درجه بلندیش کم کم کنین. خب ایرپاد جدید LG وارد بازار شده که ایرپاد زیادی باکتری ها را از بین میبره، ماننده که ایرپاد یا گوشکی خود را در زمین میمانیم یا در گوش خود هر جا میریم میتونه هر باکتری در گوشکی یا ایرپاد ما بشینه، دوباره که را به گوش ما میگذاریم سبب مریضی ما هم میشه. خب این ایرپاد LG وقتی که در چارج میمونیم، در چارجر مخصوص که توسط کمپانی بر ما داده میشه، در چارجر مخصوصش که در چارج میمونیم، همو زمان ایره مانند زدوفونی بگویم یا دواپاشی حتما کدام نوع کار چارجرش میکنه، وقتی که ایره در گوش ما میگذاریم او اوتومات تمام باکتری هایی که در گوش ماست یا در ایرپاد ماست از بین میبره. خب با هر بار شارژ کردن میتونه 6 ساعت کار بکنه. زیادتر زیاد پرحرفی هم کردم، میریم طرف گزارش ما، میبینیم دوباره زود برمیگردیم. جعبه ایرباد جدید LG از سیستم مجهز به نور فرابنفش برای از بین بردن باکتری ها استفاده میکند. LG اخیراً از دو ایرباد جدید معرفی کرده که شماره مدل های HBS FN4 و HBS FN6 را به همراه دارند. با این حال مدل دوم ویژگی به همراه دارد که در نوع خود اولین در بازار ایرباد ها محسوب می شود. همراه با ایرباد جدید LG جعبه برای شارژ آن عرضه می شود که دارای تکنولوژی جدی LG به نام UV نانو است و هدف آن از بین بردن باکتری های ایرباد به هنگام شارژ است. در واقع سیستم UV نانو به این صورت کار می کند که با تاباندن نور فرابنفش به ایربادها در هنگام شارژ باکتری های موجود روی سطح ایرباد را از بین می برد. مهندسان و طراحان LG معتقد هستند که فناوری UV نانو قادر به از بین بردن 99% از باکتری های موجود روی سطوح ایرباد است. در کنار برخورداری از فناوری که سطح ایمنی بهداشتی ایربادها را افزایش می‌دهد، LG روی افزایش کیفیت صدای خروجی ایربادهای جدید نیز کار کرده است.
LG گفته که در ایربادهای جدید از شرکت مردین اودیو کمک گرفته است تا صدای خروجی ایربادها تا حد ممکن به واقعیت نزدیک تر شود. در واقع برای به وقوع پیوستن چنین خواسته ای از تکنولوژی HPS شرکت مردین استفاده شده است که در نتیجه به ارائه صدای فراگیر ختم می شود. هر دو مدل ایرباد LG از 4 ایکولایزر طبیعی فراگیر، تقویت کننده بیس و تقویت کننده تریبل برخوردار هستند. حالت امبینت ساوند نیز در نظر گرفته شده است که به لطف آن بتوانید صدای محیط را نیز به خوبی بشنوید. LG مدعی شده است که ایربادهای جدید با هر بار شارژ کامل تا 6 ساعت کار می کند. و همچنین از شارژ سری نیز برخوردار هستند. به نحوی که تنها با 5 دقیقه شارژ سری به مدت 1 ساعت فعال خواهند بود. با در نظر گرفتن جعبه های شارژ مدت زمان گوش دادن به موسیقی می تواند تا 18 ساعت نیز برسد. دوباره خوش آمدین بینده های عزیز. ایرپاد 22 با بود. خب به حال هم یک وقفه کوتاه داریم. خوش آمدین بینده های عزیز. تکنولوژی بعدی ما تلفن یا تلفن های هوشمند هست که در بازار تلفن تازه وارد بازار شده یا همی اپدیت، یعنی همی تلفنش تازه آمده. خب نامش هم ریلمی اکس سوپر زوم است و در عقبش هم 4 کامره داره که هر کدامش 64 مگاپیکسل است، همچنان 8، 12 و 2 مگاپیکسل، یعنی برای عکاسی و فیلم گرفتن بهترین دوربین ها را داره. همچنان از نامش وایداست که سوپر زوم است، یعنی خیلی جاهای دور میتونین با این عکاسی بکنین. و حافظش هم در مورد حافظش بگویم که 128 جیبی حافظه داره که حافظه خیلی زیاد است برای یک تلفن و همچنان فست چارج است. نسبت به تلفن های قبلی زودتر چارج میشه و در بازار که میه با دو رنگ، یکی رنگ سفید است یکم هابی، بهترین رنگ است. خب میریم طرف گزارش ما. ریلمی اکس 3 در حالی رونمایی شده است که از تراشه اسنپ دراگون 855 پلاس و دوربین تلفوتو بهره می برد. ماه گذشته شرکت چینی ریلمی از گوشی هوشمندی به نام ریلمی اکس 3 سوپر زوم رونمایی کرد، اما خبری از نسخه استاندارد آن نبود. حال شرکت چینی دست به معرفی ریلمی 3 زده است که در واقع نسخه ضعیف شده ای از سوپر زوم محسوب می شود. همان طوری که از نام ریلمی اکس 3 پیداست، این مدل فاقد ماژول دوربین پریسکوف بوده و به جای برخورداری از چنین حالتی که در مدل سوپر زوم استفاده شد، از دوربین تلفوتوی 12 مگاپیکسلی استفاده می کند. دوربین سلفی نیز نسبت به مدل استفاده شده در سوپر زوم از توان کمتری برخوردار است. در دوربین سلفی شاهد ترکیبی از ماژول دوگانه هستیم که متشکل از دوربین 16 مگاپیکسلی به همراه ماژول فوق عریض 8 مگاپیکسلی از دیگر جهات سخت افزاری و طراحی ظاهری میتوان گفت ریلمی اکس 3 کاملا مشابه با نسخه سوپر زوم است و به ندرت تفاوتی میتوان یافت. نمایشگر 6.6 اینچی با پنل IPS LCD که نرخ نوسازی 120 هرتزی و رزولوشن مثبت FHD را ارائه می دهد، اولین شباهت میان ریلمی اکس 3 و اکس 3 سوپر زوم تلقی می شود. دوربین سلفی در حفره بالای نمایشگر قرار گرفته است و در لبه ریلمی اکس 3 می توان حسگر اسکنر اثر انگشت را مشاهده کرد.
در پنل پشتی ماژول دوربین چهارگانه قرار دارد که از دوربین اصلی 64 مگاپیکسلی دوربین فوق عریض 8 مگاپیکسلی دوربین 12 مگاپیکسلی تلفوتو با زوم اپتیکال 2 برابر و دوربین دیگر 2 مگاپیکسلی تشکیل یافته است. با این حال مشخص نیست که دوربین چهارم چه قابلیتی به همراه دارد، در حالی که بسیاری از محصولات بالارده موجود در بازار از تراشه اسنپ دراگون 865 یا مدل پلاس آن استفاده می کنند. اما ریلمی تصمیم گرفته تا نسخه استاندارد ریلمی ایکس 3 مجهز به تراشه اسنپ دراگون 855 پلاس شود. کاربر در هنگام خرید می تواند یکی از دو گزینه حافظه روم 6 یا 8 گیگابایتی را انتخاب کند. 128 گیگابایت حافظه ذخیره سازی از نوع UFS 3.0 نیست برای ریلمی ایکس در نظر گرفته شده است. محصول جدید شرکت چینی مبتنی بر اندروید 10 است که روابط کاربری ریلمی یو آی را یدک می کشد. باتری با ظرفیت 4200 میلی امپیر ساعت نیز وظیفه تأمین انرژی دستگاه را به عهده دارد که البته امکان شارژ سریع 30 واتی آن فراهم شده است. ریلمی در نظر دارد محصول جدید خود را در دو رنگ آبی و سفید به بازار عرضه کند. مدل 6 گیگابایت حافظه روم با قیمت معادل $330 و مدل 8 گیگابایتی نیز با قیمت معادل $343 روانه بازار می شود. هر دو مدل نیز از حافظه ذخیره سازی 128 گیگابایتی استفاده می کنند و گزینه دیگری در نظر گرفته نشده است. انتظار می رود محصول جدید ریلمی در 3 جون روانه بازار شود. خب بینده های عزیز، تکنولوژی بعدی ما اپل گلاسس است. هفته های زیادی از عینک های هوشمند گپ زدیم، یا اپل گلاسس بود چند رقمش بود که میتونستین تلفن آیفون خود که فراموش کنین میتونستین با او کنترل بکنین، همچنین یا همه چیزها را داره اپدیت جدیدش است، اما تا هنوز مشخص نیست که یا مشخص شده که تا چه وقت به، اما افشاگری های شده که چی چیزها در این عینک بوده میتونه یا هست. خب قیمتش معلوم شده که $499 است و تا 3 ماه دیگر در بازار عرضه خواهد شد. ما زیادتر چیزی نمیگم، زیاد پر حرفی نمیکنم یا اطلاعات زیادم از این در دسترس نیست که ما کلش رو بگویم. میریم طرف گزارش، ما میبینیم که چگونه عینک است. یک افشاگر مشهور اطلاعات جذابی را از عینک هوشمند اپل گلاس همراه قیمت آن فاش کرده است. اپل گلاس عینک هوشمند اپل است که به زودی معرفی می شود. قول کوپرتینوی کمپانی اپل خیلی مخفی در حال کار روی یک عینک هوشمند است و تازه ترین اطلاعاتی که توسط جان پروسر افشاگر مشهور دنیای تکنولوژی منتشر کرده است نشان می دهد که عینک هوشمند اپل گلاس در 3 ماهه پایانی سال 2020 و با برچسب به قیمت $499 روانه بازار خواهد شد. بر اساس این گزارش جان پروسر اطلاعات جذابی را از عینک هوشمند اپل گلاس منتشر کرده است. پروسر که یک افشاگر قابل اعتماد در دنیای دیجیتال است و به آخرین پیشبینی های او میتوان به تاریخ دقیق رونمایی از آیفون SE 2020 اشاره کرد، این یوتیوبر معتقد است که اپل نام اپل گلاس را برای این عینک هوشمند برگزیده است که میتواند به طراحی شیشه ای آن اشاره داشته باشد. We'll be right back.
این در حالی است که نمونه های تولید شده اولیه این عینک همگی از جنس پلاستیک بودند. هر دو لنز این عینک دارای نمایشگری هستند که به لطف یک رابط کاربری نرم افزاری می توانند اطلاعات را جلو چشم کاربر به نمایش بگذارند. علاوه بر این گفته می شود این لنز ها با ژست های حرکتی نیز کار می کند که البته فعلا با شک و تردید باید در مورد این عمل کرد صحبت کنیم. پروسر می گوید این عدسی ها اطلاعاتی را فقط برای کاربر به نمایش می گذارند و هیچ کسی دیگری نمی تواند آنها را مشاهده کند. جدا از این شایعات می گویند عینک اپل به یک اسکنر لیدار تجهیز شده است و این در نمونه های اولیه دیده شده است. این افشاگر می گوید اسکنر لیدار می تواند کد های QR مخصوص اپل را اسکن کرده و اضافه شدن این اسکنر در آیپد پروی 2020 و احتمالاً آیفون 12 پیش رو بخشی از یک استراتژی جدید اپل است. داده های دریافت شده توسط این اسکنر برای هماهنگی بهتر با تیم مهندسی اپل گلاس به اشتراک گذاشته شده است. یک ویژگی کمکی در این عینک هوشمند پشتبانی از شارژ بی سیم با قرار دادن وارونه شیشه آن روی پد شارژر است. پروسر همچنین میگوید که این لنزها شاید رنگی نباشند و اپل برنامه‌ای برای استفاده از آنها به عنوان عینک آفتابی ندارد. این بدان خاطر است که شیشه های این عینک در اولین نسل تولید شده خود هستند و برای اضافه کردن چنین عمل کردی به تحقیق و مطالعه بیشتری نیاز است. در نهایت پروسر ادعا می کند که اپل محصول جدید خودش را با قیمت 499 دلاری به فروش می رساند و در صورتی که کاربر نیازمند لنز خاصی باشد این قیمت تغییر خواهد کرد. این افشاگر می گوید که اپل قصد دارد این محصول جدید را در رویداد معرفی آیفون 12 که امسال به جای سپتامبر در ماه اکتبر برگزار می شود رونمایی کند. هرچند این گجت پوشیدنی جذاب در آخرین 3 ماهه امسال معرفی می شود، اما نسخه تجاری آن در 3 ماهه پایانی سال 2021 یا اوایل سال 2022 روانه بازار می شود. خب بینده های عزیز، حالا هم وقفه کوتاه میگیریم، دوباره از اوت برمیگردیم. بازم خوش آمدین بینده های عزیز. خب تکنولوژی اخیر ما در مورد تصویر برداری است، یا بگویم چیزی که است که کامره را میبرداره و توسط از او تصویر برداری میکنیم، به نظرم گیمبل میگن، یعنی استبلایزر. خب من کوچک بودم یا هم شاید شما هم فکر کنین، بعضی فیلم هاست یا تصاویر کنسرت هاست کامره پیش میه یا بعضی ها دوش میکنه، از حرکت پای از اونا دوش داره گرفته میره، مانند تصاویری که میبینین از هر طریق است، اما کامره میگیره، حتی میدوانم یا میگردن، تصویر شور نمیخوره. خب در ذهن ما بود که چی خواد باشه، بالاخره آسته آسته با تکنولوژی هایی که یا اینترنت وصل شدم یا یاد گرفتم فهمیدم که چی هست، باعث چی میشه. و حالا هم که تکنولوژی را برتون به معرفی میگیرم، گیمبل است یا همو استبلایزر، کامره را که با او میگذارین همو تصویر ما را شور خوردن نمیمونه، شما هر قدر هر طرف برین تصویرتون لرزه نمیکنه. خب نام از این هم استبلایزر یا گیمبل کرین است که در هر که در موتر هر چیز در تصویر ببینین که در هر چیز اینا وصل میکنن، با او حرکت میکنن، اما تصویر شور نمیخوره. خب بینده های عزیز، این گیمبل کامره های وزمین تر میورداره و زیادتر هم مورد استفاده در فیلم های سینمایی یا هم در کنسرت ها قرار میگیره. میریم طرف گزارش و در آخرین لحظات با ما باشین. جدیدترین نسل گیمبال استبلایزر شرکت جیون با نام کرین 3S می تواند دوربین های سنگین سینمایی را حمل کند.
گیمبال ژیون کرینتریس با موتورهای قدرتمند و جدید می تواند حد اکثر 5 الی 6 کیلوگرم بار را تحمل کند. از این رو می تواند بسیاری از دوربین های سینمایی را حمل کند. کرینتریس طراحی ماژولار با دستگیره استلینگ هندلی و سمارت سلینگ هندلی دارد و می تواند از آن با اس ریج نگهدارنده روی پشت فلم بردار نیز استفاده کرد. در سال 2018 سازنده چینی گیمبال به نام ژیونتک اولین بار طرح‌های جدیدی رونمایی کرد و مدل بزرگتر و پیشرفته‌تر گرین تری لب و مدل کوچکتر با امکانات محدودتر ویبل لب دو طرح جدید بودند. هدف از ساخت گیمبال بهبود ارگونومی برای آسان‌تر کردن حالت فیلم برداری زاویه دار بود. حال شرکت ژیون هر دو مدل را ارتقا داده و به نام های ویمبل اس گیمبل و کرین تری اس معرفی کرد. یکی از تغییرات مهم ژیون کرین تری اس جدید موتورهای نسل جدید و قدرتمندتر آن است که به گیمبال امکان می دهد حد اکثر 5 الی 6 کیلوگرم وزن را تحمل کند. و امکان استفاده از گیمبال با تجهیزات دوربین های سنگین تر فراهم شود. طبق گفته های ژیون گیمبال جدید می تواند تجهیزات دوربین های کنون، دوربین فلم برداری بلک ماجیک پاکت سینما و کنون سینما سری FS و سری FX سونی و دوربین های رید دیجیتال سینما را حمل کند. حتی این محصول می تواند تعادل URSA بلک ماجیک را برقرار کند، اگرچه باید به صورت معکوس نصب شود. کرین تری اس طراحی ماژولار در محور موتور و دسته ها دارد. در دوربین های بزرگتر سینمایی کاربران می توانند ماژول الحاقی را روی محور رول شونده وصل کنند. در کمربندهای DSLR کوچکتر ماژول الحاقی را میتوان جدا کرد تا کل تجهیز جمع جورتر و حملش آسان‌تر شود. شرکت ژیونتک همراه با کرین تری اس دو نوع دستگیره جدا شدنی معرفی کرد. دسته استلینگ برای راحتی بیشتر کاربر در حالت استاده و خوابیده، دسته سمارت سلینگ با کنترل پنل بصری و صفحه نمایش OLED به منظور تنظیم مستقیم پارامترهای دوربین و گیمبال. می توان هر دو دستگیره را ترکیب کرد. زیرا براحتی قابلیت جاسازی و جداسازی دارند. هر دوی آنها گزینه های مختلفی برای نصب سایر لوازم جانبی ارائه می دهند. طراحی ماژولار باعث می شود کرین تری اس با تجهیزات حمل و نقل موتوری، جیب ها، دوربین های کیبلی اسریج و سایر لوازم سازگار باشد. سازگاری با اسریج بسیار اهمیت دارد، زیرا عملکرد دستی با کرین تری اس هنگام کار با دوربین های سنگین تر مشکل خواهد بود. کرین تری اس 3 باتری از نوع 18650 را در خود جای داده است و حد اکثر 12 ساعت مداوم می تواند کار کند و امکان شارژ با پورت برق DS تا حد اکثر 2-25 ولت فراهم است. برای پشتیبانی از فیلم برداری طولانی تر با تنظیمات بیشتر شرکت ژیون ترانسموت پاور پلیس باتری پک را معرفی می کند. این محفظه 6 باتری از نوع 18650 را در خود جای می دهد. به طور مستقل حد اکثر 18 ساعت کار با گیمبال را فراهم می کند.
سیستم قفل باز طراحی شده است و می تواند هر سه محور را بدون لرزش نچندان زیاد قفل کند. طراحی ماژولار برای داشتن ایمنی بیشتر از قفل‌های دوتایی بهره می برد و قابلیت پشتبانی از لنزهای بزرگتر به سیستم بزرگنمایی و فوکس اضافه شده است. ماژول انتقال تصویر ترانس مود ایمیج با گرین تری سازگار است. با این فرستنده ویدیو ها می توانند حداکثر در سه دستگاه مانیتورینگ استریم شوند، از جمله در تلفن های هوشمند، سیستم وی تچ در برنامه های زیپلی، پل ارتباطی بین دستگاه های استبلایزر دوربین و دستگاه های مانیتورینگ ایجاد می کند. و به کاربران امکان می‌دهد پارامترهای دوربین و گیمبال را از راه دور تنظیم کنند و کنترل حرکت از راه دور تصویری را برای گیمبال امکان پذیر می‌کند. در سه گزینه کیت مختلف برای پیش فروش موجود است. گرین تریس با دستگیره سمارت سیلینگ با قیمت 739 دلار معادل 849 یورو در اروپا، گرین تریس ای با دستگیره استلینگ با قیمت 649 دلار معادل 769 یورو در اروپا و گرین تریس پرو با دستگیره سمارت سیلینگ، محفظه باتری پاور پلاس، کنترل بزرگنمایی و فوکس، فرستنده انتقال تصویر و گیرنده تلفن های هوشمند با قیمت 1149 دلار معادل 1290 دلار یورو در اروپا. خب بینده های عزیز، امیدوار هستم تکنولوژی هایی را که براتون به معرفی گرفتیم مورد پسند شما قرار گرفته باشه و ای بود نیوتیکی هفته ما. تا نیوتیکی دیگر، هر یک شما را به خداوند متعال می سپارم. همیشه لبخند بر لبانتان جاری باشه. بدرود.